شیراز باشکوه و قشنگ ریشه هاش این بافتای قدیمی هست. قدیمی ترین سقاخونه شیراز که به جا مونده. یه تاجر اینجا بوده که شتر می آورده و بارانداز می کرده. مختلف آهک گچ رو می بینید که دورهای مختلف اینا رو زدن. خب خانه شهدخته، بریم اینجا رو ببینیم. یه خونه سنتی، وسطش هم یه درخت نارنج، یه بهشتی برای خودش. ما الان تو گوه داره بود دیگه. یک درخت تنومند هر چقدر شاخ و برگ‌های خیلی باشکوهی داشته باشه، تنه قدرتمندی داشته باشه، باز اتصال داره به ریشه ها. اگه یک درخت ریشه های قوی نداشته باشه یا اصلا ریشه نداشته باشه رو به ویرانی میره. شیراز باشکوه و قشنگ ریشه هاش این بافتای قدیمی هست. بافتای قدیمی شیراز تقریبا بیش از 10 محله معروف داره شیراز که معروف است به بافتای تاریخی شیراز. توی سلسله ویدیوها سعی میکنم با گروهی از شیرازی دوستان محله های قدیمی شیراز رو با هم بریم و بگردیم و بررسی کنیم. توی این ویدیو میخواییم محله اسحاق بیگ یا اسحاق بیگ رو با هم راه بریم و پیاده روی بکنیم و ببینیم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. قدیمی ترین سقاخونه شیراز که به جا مونده. اینجا بازارچه فعلی هست و اینجا خاندان فعلی ها زندگی میکردن و این محله بیشتر تجار و نظامی ها زندگی میکردن. چرا؟ چون که نزدیک دروازه های شهر نبوده و تقریبا مرکز شیراز حساب میشده، شیراز قدیم. البته اینجا یه فضایی بوده، یه تاجر اینجا بوده که شتر می آورده و بارانداز می کرده. گفتم که اینجا بیشتر محله های تجاریه. امارت فیل جای قشنگیه، فکر کنم هم سفرخونه و رستوران و کافه و اینا هست، هم میتونید به عنوان یه هتل بومگردی استفاده کنید. من و دوستان توی یه ویدیو اومدیم اینجا، بسته بود، رفتیم یه امارت دیگه، حالا لینکشو میذارم میتونید ببینید. از بازارچه فیل اومدیم الان یه کوچه اینجا که شما دلوتر موازاد هست، این یکی نسیر نظام حمام ها. اگه میخواین قدمت حمام ها رو خودتون متوجه بشید، تنها راهش یک گمانه زنیه. اگه تو دیوار ترکی هست شما لایه های مختلف آهک گچ رو میبینید که دورهای مختلف اینا رو زدن، یعنی هیچ وقت نمیکندن دوباره بزنن روی همون میز. هر چقدر بیشتر باشه این قدمت مطمئنا بیشتر. مثلا اون درخت هست وقتی میزنمش میتونن لایه مختلف، این چیز
بعد بچه مرمت حتی اونها گمانه زنی میکنن. خب خانه شهدخته، بریم اینجا رو ببینیم. واقعا من از ویدیوی قبلی که توی یکی از خونه‌های سنتی رفتیم دیگه عاشق خونه‌های سنتی شدم. از این برام میره بالا. با اینکه به نظر میاد زمین کوچولویی داره ولی خیلی خونه‌های قشنگی می‌سازه. اینجا هم فهمیدیم کوچه عطاءالدوله است و کوچه بغلی هم پسرشون بودن، اینا نظامی بودن. در حمام بوده. یه خونه سنتی، وسطش هم یه درخت نارنج، دیگه بهشتیه برای خودش. تقریبا اواخر دوره قاجار یک اختلافی بین شیرازی ها پیش میاد، قسمت شرق و غرب. اینجا قسمت تقریبا مرکزی رو به شرق شیرازه و این دوتا محله هم دیگر با توپ میزنن. میشه گفت دوره مشروطه و اواخر دوره قاجار دیگه میشه گفت هست که یه پای ثابتش خب قوام بوده. قوام خاندان کسی بودن که دروازه شهر شیراز رو روی لطفعلی خان بست و دوره قاجار خیلی به اون نون و نوا رسیدن. اینم میگن خونه یک نظامی بوده که درش میخواسته یعنی خراب شده، اومدن تعمیر کردن که یه موقع طوری نشه. الان دیگه اون شخص توی شیراز نیست و سالها رفته و این خونه ها در معرض تخریبه. Thank you.
پول قطع آی حالا این موقع بارون هم گرفت. تو کوچه پس کوچه ها بعضی از خونه ها رو بازسازی کردن و تبدیل کردن به عمارت. خب چیز خوبیه، به نظر بهترین کار میاد برای حفظ بافت قدیم. ما الان تو بود عربون بود دیگه مسجد داشت دست رو توی خود بود است. بعد داستانی که اینجا دیگه این بنبست میشه دقیقاً خیابون لطفی خان روش افتاده، این مدرسه خان فعلا جلوش بازار کفاشا بعدش بود عربون و همین گوده تا تو خیابون تا اینجا میومد و ادامه داشت تا مسجد حاجی هاشم، اون از دور زندی است و جد قوام خان میشه، در محله بالاکف ادامه داشته و بعدش هم میشه بازارچه هاشمی و و و اوکی؟ پس گودربون هم وجود داره. حالا چرا به اون خیابونه خیابون لطف علی خان میگن گودربون؟ من نقشه 1126 که ببینید خیابونه لطف علی خان اون موقع تا سر مدرسه خان کشیده بودن، یعنی سر گودربون خاطر معلوم یه تو زمانش مونده از اون مدرسه خان اون طرف سلا احمدی به بعد تا درشی خون میگن گودربون و راست هم دارم میگن به تاریخ من راست میگن الان منطقش تقریبا یکیه. بیا اینجا نیم شو این بر نیم شو این بر. خب اینجا رو که میبینید یه مقدار گود هست، از اینجا به سمت جلو پایین تر که میریم بهش میگن محله گود عربان یا به قول شیرازی ها گود عربون، دیگه خیلی مخففش میشه گود عربون، که یه مقدارم گود بوده و دیگه به همین نام اسم گذاری شده. خب ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید، چون یه مقدار طولانی میشه ویدیو بریم برای قسمت دوم این بخش رو از دست ندید که قرار ادامه این محله رو با هم ببینیم.